سلام خیلی از شمایی که الان به جمع بینندگان این ویدیو پیوستید مدت های مدیدی است که میدونید باید تغییر بکنید یعنی رسیدید به یه نقطه ای از زندگیتون که میدونید الان وقت تغییر هست اما خبری از تغییر نیست چرا اینجوریه؟ چون بخش بزرگی از ذهن همه انسان ها میگه کجا؟ چرا؟ تغییر؟ الان مگه وقتشه؟ و شما هم احتمالا از این گروه مستثنا نیستی من در این ویدیو میخوام دقیقا روی این موضوع کار بکنیم با هم دیگه که اصلا چی میشه که ما تغییر کردن رو اینقدر به تاخیر میندازیم اگر شما هم جزو این گروه هستید که به احتمال زیاد هم هستید این ویدیو برای شماست تا پایان همراه وقت بخیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حالا که خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در کانال یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت میکنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید چه فرصتی بهتر از الان یه دکمه سابسکرایب بزنید کناش دکمه زنگوله در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر کنم یوتیوب شما رو هم با خبر بکنه با یک سوال شروع میکنم چند وقت در زندگیتون به فکر تغییر هستید و خبری از این تغییر نیست نوبتی هم باشه نوبت این هست که بیاد در کامنت ها بنویسید که اوضاع از چه قرار هست و حداقل روح و روانتون یه کوچولو در این راستا قرار بگیره خودتون با حقیقت زندگیتون آشنا بشید روبرو بشید که بدونید چند وقتی که میخواید تغییر بکنید ولی خبری از تغییر نیست خب بذارید با یک داستان شروع بکنیم شمایی که ویدیوهای آموزشی من رو بر بستر یک بله بالاتر دنبال میکنید میدونید من سالهای سال مشکل اضافه وزن داشتم و دنبال این بودم که از شر این مشکل اضافه از خلاص بشم ولی خب خیلی از حوزه های تغییر مخصوصا حوزه های فیزیکی صرفا با فکر کردن و خواستن و طلب کردن راه به جایی نمیرسونه نمی و شما باید اقدام بکنید من هم اقدام نمی کردم وقتی که میخواستم در موضوع ویدیو امشب فکر بکنم و روش کار بکنم اه با خودم گفتم بهترین سوالی که من میتونم در این ویدیو بهش جواب بدم این هست که من کجاها و چرا در مورد تغییر مقاومت داشتم چون انتقال این تجربه میتونه به دوستان و همراهان یک پل بالاتر بیشتر از هر چیزی کمک بکنه خب دوستان من سالهای سال اضافه وزن داشتم خیلی هم اضافه وزن داشتم در شرایطی هم اضافه وزن داشتم که اصلا حالم باش خوب نبود رو مخم بود خیلی اذیتم میکرد ولی هیچ اقدام عملی براش انجام نمیدادم من یه بهانه تر و تمیز داشتم که در ویدیوهای قبلی هم در موردش صحبت کردم اینجا میخوام بازش بکنم بهانه من مشکل کمرم بود چون ذهن من نمیذاشت من بلند شم و یک کاری بکنم همش میگفت که تو مشکل کمر داری واقعا هم من مشکل کمر داشتم هنوزم یه ذره بالاخره آسیبی وجود داره و من باید حواسم جمع باشه ولی میخوام بگم که چون ذهن من نمیخواست اقدام بکنه چون ذهن من نمیخواست حتی یک قدم از قدم خودش برداره بهترین بهانه براش کمر من بود چه اتفاقی افتاد؟ سالها به همین منوال گذشت و در اوج اضافه وزن هم گذشت هر روز هم روی حس و حال من تاثیر منفی میذاشت در نهایت آمدیم رسیدیم به اینجا که کمره درست نشد هیچی وزنم هر روز داشت بیشتر میشد رسید به یه جایی که من با خودم گفتم آقا این باید یه انتهایی داشته باشه دیگه اگر مسئلت مسئله کمر هست برو یه بار برای همیشه اینو حل کن کمان که من در پاییز سال هفت 97 از خواهی در پاییز سال 97 دو مرتبه اوزونتراپی انجام داده بودم و اوزامم بهتر بود گفتم آقا مرگ یه بار شیون یه بار دیگه اگر اینقدر شما داری از کمر میکشی که برو یه بار برای همیشه حلش کن وگرنه دیگه این بهانه خیلی نخنما شده دیگه اینو باید بذاری کنار همین هم شد که من از یک یک هزار و و یک تاریخ تر هم هست از اولین روز فروردین 1401 بر مقاومت ذهنم که مفصلا میخوام در این ویدیو در موردش صحبت بکنم قلبه کردم و استارت زدم از الان از اون تاریخ حدود یک سال و نه ماه میگذره و خب شکر خدا من به یک تناسب اندامی رسیدم و حالم از این بابت خیلی خوب هست دستاورت های فوقلاده ای هم برام داشته و جالب هست بدانید که درد کمر هم به صفر رسیده چون شما وقتی که اضافه وزن رو کم میکنید از دردهای ناحیه میانی بدن کم میشه چون دیگه فشار از روشون برداشته میشه و شد یک رو و دو نشان یعنی آن چیزی که بهانه من بهانه من بود خودش در این مسیر حل و فصل شد خب این مقدمه رو چرا گفتم این مقدمه رو به این علت گفتم که بگم که دوستان من درداشنای این داستان هستم من آدمی هستم که میرسم به پای تغییر و اون مقاومت ذهنی که موضوع این ویدیومون هست در من هم خودش رو نشون میده فقط مسئله شکستن این مقاومت و رو به جلو حرکت کردن است خب یک بار دیگه خیلی با تاکید میخوام برید در کامنت ها بنویسید که چند وقت احساس میکنید باید تغییر بکنید و تغییر نمیکنید حالا خودتون ریشه رو در چی میبینید و چرا فکر میکنید که اینجوری شد بیاید حالا موضوع رو باز بکنیم و ببینیم داستانش از چه قرار است دوستان این موضوع موضوعی هست که من قبلا هم بهش پرداخت کرده بودم ولی میخوام داستانش رو باز بکنم ریشه رو باز بکنیم و بریم سرفصل راه حلها ها خب یه اتفاق بسیار بدی در زندگی بشر امروزی وجود داره اونم این هست که ویندوزی که روی این سخت افزار نصب شده مال میلیون ها سال قبل هست اون میلیون ها سال قبل وضعیت زندگی ما از چه قرار بود؟ غذا برای خوردن نداشتیم؟ تحت آسیب بلایای طبیعی بودیم؟ عمر خیلی خیلی پایین بود؟ بهداشتی در کار نبود؟ غذای خام میخورد بشر و برای همون غذا خوردن هم روزهای طولانی گشنگی میکشید، پیاده روی میکرد و الاخر. این ذهن در چنان دورانی در سخت افزاری به نام جسم ما نصب شده. یه هدف هم بیشتر نداشت اونم حفظ بقای انسان هست حفظ بقای انسان یعنی ذهن ما فقط وجود داره که ما رو زنده نگه داره حالا ما بعدها به واسطه پیشرفت علم و اتفاقهایی که در ژنتیک بشر افتاده آمدیم و از ذهنمون جور دیگری داریم کار میکشیم داستان جدایی هست ولی این ویندوز وجود داره برای اینکه ما رو زنده نگه داره حالا هر گونه تغییر هر گونه تحول هر گونه بهتر شدن از نظر جناب زه حرکت در مسیر مرگ است یک بار دیگه هم بهش تاکید میکنم هر گونه تغییر هر گونه تحول هر گونه بهتر شدن هر گونه حرکت در مسیر متفاوتی که شما فکر میکنید مسیر بهتری هست از نظر ذهن شما حرکت در مسیر مرگ هست و اونجا هست که ذهن شما میگه کجا کجا چرا ورزش زبان جدید میخوای یاد بگیری مهاجرت میخوای بکنی شما میخوای کسب و کار را بندازی نه بشین بشین لازم نیست تا از این کارها بکنی و وقتی هم که ذهن شما به شما میگه بشین با خودش فکر میکنه که داره شما رو زنده نگه میداره فلسفه وجودی ذهن این هست که شما رو در وضعیت موجود نگه داره اگر حس و حالی ندارید از رخت خواب بلند شید چون میخواید در اون وضعیت موجود بمانید اگر میرید رستوران در جای ثابت همیشگی دوست دارید بشینید مثل من من خیلی اینو دوست دارم اصلا خیلی دوست دارم هم رستوران ثابت برم هم در جای ثابتی بشینم هم غذای ثابتی بخورم دوستانم هم تعجب میکنن که آقا اینقدر تکرار ولی من مکانیزم رو میشناسم ذهن من اونجا تلاش میکنه منو در مسیر نگه داره داستان این قطار میمونه که زندگی شما در یک قطاری در, در, یک ریلی قطار شرکت میکنه و ذهن شما نمیخواد شما رو اصلا متوقف کنه یا وارد ریل جدید بکنه حالا اینجا چه باید کرد داستان از این قرار هست که شما در گام نخست باید لحظه درست و مناسب برای تغییر و تحول رو تشخیص بدید ببینید دوستان یه لحظه هایی در زندگی هست آدم خودش میدونه که الان باید من اینجا از این ماشین پیاده شم اینجا باید این دیوار رو بشکنم اینجا باید این پنجره رو بشکنم این شیشه رو بشکنم اینجا باید این پوستندازی رو بالاخره انجام بدم تا اون لحظه رو درست تشخیص ندادید زندگی شما یک نواخت خواهد بود و زندگی شما راه به هیچ جایی نخواهد بود خبر خوب و قشنگی براتون دارم اونم این که همه شما این لحظه ها رو تشخیص دادید مثلا شک بهش ندارم همه شما این لحظه رو تشخیص دادید یعنی همه شما تشخیص دادید این لحظه اون لحظه ای هست که من باید استعفا بدم این لحظه اون لحظه ای هست که من باید به این رابطه عاطفی غلط پایان بدم این لحظه اون لحظه ای هست که من باید برم بگم که آقا من این بدهی رو نمیخوام دست از سر ما وردار من این طلب رو نمیخوام نمیخوام اصلا ببینمت همه شما این لحظه رو تشخیص دادید ولی مهم تشخیصش نیست مهم اقدام کردن هست پیاده شدن هست شکستن هست و پوست کردن هست وقتی که این لحظه رو تشخیص میدید در همون لحظه یاد آیدین نامدار و این ویدیو بیفتید و بدونید که همون جایی که تشخیص اتفاق افتاد مقاومت ها شروع خواهد شد اه؟ امروز نه هوا سرده چه میدونم مهاجرت نه و پول نداری درس لازم نیست ادامه بدی زبان جدید همینی که انگلیسی رو شروع کردی به جای نرسوندی رو ببین اونجا است که ذهن شما مقاومت هاش رو شروع خواهد کرد مکانیزم مقاومت ذهن بهانه هاش است یعنی ذهن شما برای اینکه کارش رو درست در مقابل تغییر نکردن شما انجام بده بهانه هایی میچینه حالا آورده ذهن شما بهانه ها هست آورده اراده شما دونه دونه ترکوندن بادکنک هایی هست که ذهن به عنوان بهانه آورد چجوری باید این کار رو انجام داد؟ راهش این هست پیشنهاد میکنم بدون قلم و کاغذ به جنگ ذهن در این موضوع نری وقتی هم که قلم و کاغذ دستتون دارید انگار با ذهنتون یه جلسه میذارید من این کار رو خیلی انجام میدم انگار با ذهنتون یه جلسه میذارید بهش میگید که خب بیا بشین بیا بشین پای همین میز اوکی بگو ببینم دردت چیه بهانت چیه سرد گرم دور پول نیست زمان نیست سن گذشته معلمش نیست هر چیزی این بهانه ها رو باید لیست کنید وقتی که این بهانه ها رو لیست میکنید روی دونه دونش باید با طرف مقابلتون که ذهنتون باشه مذاکره کنید و بهترین راه مذاکره این هست که دو تا فکت براش بیارید یک موفقیت های قبلیتون با وجود همین مشکل رو بهش یادآوری بکنید یعنی امروز روز هر بحانهی که ذهن شما برای شما میاره شما در گذشته نزدیک یا در گذشته دور با وجود همین بهانه به یک پیروزی رسیدید اینو با اطمینان بهتون میگم اینو در نهایت اطمینان بهتون میگم که شما به یک پیروزی در این پیروزی در این باب رسیدید حالا با استناد به اون پیروزی قبلی اشاره کنید به ذهنتون که پس این بهانه رده این بهانه درست نیست این شد فکت یکمون فکت دومون حتی اگر خودتون از اون در واقع از اون نمونه های موفق ندارید کلی آدم در این جهان هستن که با وجود اون بهانه که ذهن شما میاره موفق شدن ببینید جهان پر هست از آدم هایی که با دست خالی به موفقیت رسیدن از راه دور به موفقیت رسیدن با قد کوتاه به موفقیت رسیدن با قد بلند به موفقیت رسیدن شما باید در مقابل ذهنتون این نمونه های موفق را هم یادآوری بکنید و براش بچینید و اونجا هست که انتظار دارم از شما بگید اگر فلانی تونسته من هم میتونم این هنوز به معنای شروع نیستا به معنای شکستن صد ذهن شما در مقابل شروع کردنتون هست حالا وقتی که این دوتا رو با هم بیارید دیگه نور علا نور میشه یعنی چجوری هم استدلال بیارید از گذشته خودتون و هم فکت های موفق دوروبریتون رو بیارید اونجا هست که همه یه های ذهن رو دونه دونه براش برنامه دارید و یه جا میره زه میگید خب الان چی میگی؟ الان حرف چیه؟ بگو دیگه الان حرف چیه؟ و اونجا هست که ذهن شما از میان بر میخیزد. اونجایی هست که حضرت حافظ میگه تو خود حجاب خودی از میان برخیز وقتی که ذهن شما از میان برمیخیزه دیگه شما جلوداری ندارید و اونجا هست که اکشن پلن شروع میشه برنامه عملیاتی میریزید و میرید و تغییر رو تیک میزنید دوستان نکته پایانی این ویدیو اولا این از اون ویدیوهاییه که به قول این بچه های تازه به دوران رسیده اینستاگرام باید دوبار ببینید این ویدیو رو دوبار ببینید شک نکنید باید دوبار ببینید ولی نکته پایانی این ویدیو میتونه این باشه برای شما که یک بار زندگی میکنید هیچ تضمینی وجود نداره که فردا زنده هستید تغییر باید زندگی شما هست آدمی که تغییر نکنه آب گندیده هست آدمی که به در واقع وابده به بهانههای های ذهنش از ما نیست یک پله بالاتری نیست راه به جایی نخواهد برد و نمیتونه از زندگیش لذت ببره پس منتظر نظراتتون هستم و میخوام یه قولی هم به من بدید اینکه بشینید این جلسه رو با ذهنتون بذارید و اولین تغییر کوچک رو استارت بزنید اینجا هم پایان این ویدیو هست و قراره که یوتیوب شما دو تا ویدیو دیگر رو از این چنل پیشنهاد بده یکیش رو انتخاب بکنید و راهتون رو با من آیدین نامدار در چنل یک بالاتر ادامه بدید اگر هم این کانال رو سابسکرایب نکردید الان بهترین فرصت هست به شرطی که به این موضوعات علاقه داشته باشید یه دکمه سابسکرایب بزنید که راش دکمه زنگوله رو در حالت آل بدید ممنون تا اینجا همراه بودید تا درود بدی در پناه حق بدرود خدا نگه.